خب بیاین ادامه بدیم یه خرابکاری کردم شما نبودین اونم این بود که در واقع یه چیزی رو ضبط کردم رفتم جلو آخرش یادم رفت در واقع ضبط کرده بودم اون اسکرین عریضه رو ضبط کرده بودم هیچی توش نیی افتاده به صدا در نتیجه گفتم پادکستش نکنم فقط صدا باشه اما چیز پیچیده ای نبود کاری که کردم این بود که اومدم یه روت جدید اضافه کردم و یه کانفیگ جدید به اسم ریموت کال API Key. این نیاز رو داشتن که بتونن از راه دور یه yes, احتمالا مثلا در آینده وبسایتشون هم بیاد فرمی دیتا پر کنه یا رو بفرسته که این درسته یا نه من براش چنین چیزی درست کردم اول اینا رو ندیده بودیم v یک اینو متغیر گذاشتم در حتما باید من شخصا کد ریموت ای پی آی کی رو بدم به برنامه نویسه که بتونه کال کنه بقیه نمیتونن حدسش بزنن منطقی هم هست دیگه و بعدشم چکوان چک وان سریال که منطقیه سریال رو هم به شکل متغیر اینجا فرستادم و گت درنچه من میتونم سریال رو اینجا بنویسم این میشه متغیری که از اینجا میاد نشان بعد بگم که اینو انسر رو چک کن و میتونستم انسرم نفرستم میتونم انسرم برای طرف بفرستم باحال حتی شاید خواست انسر استاندارد نشون بده این باحالیش اینه که میتونه انسر استاندارد من رو نشون بده به جای انسر خودش و اگه حالا خودشم خواست درست کنه ولی در نهایت اون استاتوس رو استفاده میکنه در یه نفری میتونه از راه دور کال بزنه اگر برنامه من بالا باشه در واقع چنین اتفاقی میفته من میتونم بزنم کرل HTTP حالا اینو میتونه با هر روش دیگه ای بزنه دیگه لوکال هاست 5000 ویوان آه شما این کدو نمیخوایم ببینیم در نتیجه الان نمیتونم تستش کنم ولی در واقع اینو بزنه اسلش این اسلش این بهش یه جیسونی برمیگردونه که در واقع جواب توش هست اینو یه بار ضبط کردم ولی خراب شد دیگه دوباره که معلومه ضبطش نمیکنم و میریم سراغ مراحل بعدی مراحل بعدیمون بریم سراغ گیت هاب ببینیم چی داریم دوتا کاری که میخواست دیتا بیس سنیتی چک داریم میکنیم هم من میتونم به آدم ها از راه دور امکان بدم که با داشتن اون کد چک کنن بریم ببینیم پی آر برامون چی فرستادید پول ریکوست ده تا از پایین شروع میکنیم دیباگ مود دیسیبلد با تشکر از شما این رو الان منم انجام دادم آخرین ورژنم رو پوش کردم دیگه درسته میگه این کانفلیکت داره با مال شما من میرم فایل چک میکنم میگه قبلا اینجوری بود یوز ایوالکس این این در واقع چیز بهتری از اونی که من نوشتم آیا میتونم بگم این رو اینو قبول کن دیباگ شبه هنوز ترو بود من دیباگم هم اصلا کلن کردم false

در این سرچ کرده بود که من چه جوری میتونم انجام بدم گفت مبتنی بر اینجا روش خوبیه البته بازم دیباک فالز خب منطقی تر از داکیومنت اگر لینک میداد بهتر بود سامپل تایتلز اند تگز فیکس فرام لاگین چقدر کمک کرده ام اچ کریمی دستت هم درد نکنه فکر کنم بیشترین این contribute داشت شاید هم نه پیج تایتل فلان آلتک هولوگرام لاگین خیلی هم خوب اینجا ایمیل و یوزر پسورد من چیکار کرده؟ او نوشته بودم ایمیل چه زایه مرسی این آدرس ایمیل اینم کرده یوزر نیم خیلی هم خوبه البته در واقع واسه این شما هم یک ذره بهتره چند تا کامیت داشته باشین و همه اینا رو اصلاح کنین حالا باید ببینم تو جای دیگه هم این کار کرده یا نه ولی من حال این رو اپروف میکنم دوباره میریم تو پول ریکوستامون تو دو فایل میت سپریتلی همین آقای کریمی انجام داده این یه خورده پیچیده تره اینم من خودم بدن انجام میدم چون در واقع تو دوهای من اپدیت شدن Thanks, بات since I'm still working on todos and to them, we'll do this later. دست درد نکنه ولی این در واقع تو ریدمی و اینا در نهایت بهتر خود آدم کارشو انجام بده Added complete company name only. رضا صاحب پروژه است فکر کنم. ما ندید اوکی میکنیم. در واقع اسم درستش اینه. The project is done for all tech as educational فلان. As an educational. کاملا درسته. Merge. Confirm. خب دیگه چی پول request خوب داریم می آمید خیلی پول ریکوست های آسونی هست ها. updated readme example to create db in mysql creating db and granting access in mysql little tricky in other os مثلا ابونتو هیچ چی تریکی نیست ولی حالا جایی به دو... نظر من تو از مک هیچ چی بتر نبود so i added example in readme just for clarification مطمئن خوبه example of creating db and granting access این کار کاملا خوب آر پلی ویلیج آن تو مای اسکیول اس دابل فلان کرییت تیبل خیلی هم خوبه آره بسیار هم تمیز این مرسی اینم صادق زده بود همشون امروز آسونن فعلا تا اینجا آها این همونه که میگفتم فکر می کنم که باید انجام بشه یا نشه و هی فکر می کنم اون مالتی لاینی که من زدم دیدین چقدر زشت بود در واقع مالتی لاینی که من گذاشته بودم شیبه قشنگ ترش او او چاقه کار کرده این پورت اینا رو مده منظم کرده که روش خوبیه فقط بدیش اینه که فرام فلسک این اینها خب این تمیز تره کاملا دیت و تایم هم از اینجا میاره ترتیبش رو عوض کرده مایسکویل رو حضب مطمئنن نکرده برده یه جای دیگه آره اوورده اینجا یه فاصله گذاشته در نهایت این شیوه تمیزتریه ریموو نان الفا کاراکتر با این ساب این استاندارده فایند چی شد کپی فایند بذار ببینم این استاندارده یا تابه تعریف کرده آره این در واقع ریفکتور تمیزش کرده معلومه که استاندارد نیست وقتی اولش اینو داره ریپلیس فلان این رو هم ریفکتور کرده با Translate نامبرز قبولش داریم ریموف نام فلان رو تعریف کرده ببینید چی کار کرده دف این تابعیه که میاد اگه اول خط یک تعداد ثابتی اسپیس وجود داره حذفش میکنه سوال من اینه که این بهتره یا بهتر نیست من این چیزیه که خیلی نفهمیدم توش بهتره دیگه چون در واقع اگه الان یه یوزر دیگه بخواد استفاده کنه بعدا عوض کنه این براش راحتتر از اون کار منه درنچه من این رو اپروف میکنم خیلی هم ازش متشکرم در واقع تمیزش کرده مرسی گریت بهرام تغییرات دیگرش هم توی این بوده متاسفانه این برنچ رو ما نمیتونیم یه ضربم اپروف کنیم خیلی کار رو پیچیده تر میکنه میذارمش آخر که بقیه اگر کچولوان انجام بدم عدد function, created process اینم من بهش فکر کردم نمیدونستم که آیا کار خوبیه یا نه که پروسس اس رو با یه فانکشنی اگر نیست درست کنیم هر دفعه هم کالش کنیم سیستم که حالا میاد بالا توی استیت هایی حالا بستگی داره کجا چون برنامه گاه گداری دیپلوی میشه خیلی اشکالی نداره شما هر دفعه خب در یه بار سعی جوی. آن ترای میکنه اوکی کمکان خوبه فکر کردم سعی میکنه درست کنه اگه ارور ولی ایف نات رو زده فقط به خاطر دیتابیس این کارو کرده اه. بعد هم نیست هر رفعه میاد بالا در واقع این کارو میکنه اشکال این کد اینه که این اروره فقط یه خوره ترسناکه برای یوزری که چیز من مثلا یه ارور کانکشن به دیتا بیس ارور چک کردن فلان ارور کریتش نکنیم بذار بینم اوکی این مرج کردنش اینا بچه ها چی گفتن؟ آه کریمی بهش گفته که این برنامه ممکنه سنگین بشه این مشکل چون هر دفعه که دیپلوی میشه برنامه میاد بالا یه بار این اتفاق میفته در عین حال ما داریم تو اون لیبل ها میشموریم که تا حالا چند تا دبل بوده یک کرییت فلان کار یوزر رو آسونتر تر میکنه ولی این هم در واقع کانفلیکت داره بذار بریم بقیهش رو ببینیم ولی چه اینجا خوبیه و اپلایش میکنیم آ این هم در واقع اینجوری شده میگه من این تیکه رو حذف کردم فایل چنج اون خط کرییشن دیبی رو یه تیکش رو حذف کرده چه بامزه ای که این الان چیز نمیکنه خب من اینو اپروف میکنم فقط من این چیز دیگه ای رو حذف نمیکنه یه دوستمونم زده بود که این خب اینم نگه میدارم دستی میزنم اپدیت مین پی وای علی رضا آی دی بیکاز ایت از کاملا درسته من از id استفاده کردم که اسم خوبی نیستش که عادتش آیدنتیفایر تو اینا بازم آیدی دارم پایین تر اینم کرده آیدنتیفایر فکر میکنم دارم آیدی این کار بسیار خوبیه بعضی استفاده میکنن از آیدی و ایدهشون اینه که اشکال نداره از آیدی استفاده شده چون که من همه جا آیدی رو استفاده میکنیم واقعا عجیب بوده که پایتون استفادهش کرده البته پایتون هم کارش منطقی بوده آیدی هر آبجکت رو میتونین توش بگیرین اما در نهایت بهتره که استفادهش نکنیم این چیه؟ این همین الان اومد yesterday این بود کی attributes here is my reference این هم خیلی خوبه که الان ریفرنسش هم میده بذار ببینم چه تغییری داده اینها رو عوض کرده این همه رو زیاد کرده هیچی کم نکرده اوکی آره دیگه گیت تجربه من داشتم حله اینم بحث درد نکنه کریمی به نظر میاد که اگر قبلا حرفه‌ای نبوده داره با این کار ای میشه باز کمینم خودش چیکار کرده او خی؟ چه جوونه رو بستون من کار کرده تلگرام کور خیلی هم خوبه باعث خوشحالیه که در واقع دارید جدی کار میکنی روی این از اینجا دیده میشه خیلی هم ممنون یه تیکه ای از چیز رو با شیر میکنم در آمده پروژه رو آره ولی اگه ویدیو ها می میبینی ایمیل به من بزن و شماره کارت رو بفرست من یه تیکه خیلی کوچولویی چون کل پروژه خیلی کوچولو بود ولی در نهایت برات فانه به خصوص که انقدر جوونی اگه عکس جدیده که احتمالا هست خب اینم پس من مرچ کردم پول ریکوست هامون سه تا ریدمی پروسس اسم استیبل ها و این مالتی استرینگ این کار خیلی حرفه ای مال گریت بهرام دست درد نکنه بذارین از پروسس شروع کنیم آه... خب توی خود کوری قید شده که این تیبل مورد مجانسی و این در صورتی که فلان من میام از اینجا you can also open this github desktop or command line instructions اول تو کد خودم باید پول کنم درسته پس من در مرحله اول میام توی کدم و میگم من میرم بالا این رو فعلا بریک میکنم میام پایین این رو زوم میکنم و گیت کجا من الان یه سی دی دیگه میخواد گیت پول میکنم اول کل اون پود... کدی که الان تغییر کرده و غیره رو میارم تو کد خودم هر چند که میگه شما مشکلم داشتین تو اپ مین would be overwritten by merge من چیو نوشتم تو این git div app main ببینم چی رو توش عوض کردم فلان آها یه اشتباه توش داشتم تیکه آخر اون رو درست کردم git چی بود دومیشو نگاه نکردم استاتوس هم گفتم به چه میکردم. das git گیت، git status git چی شد git status rm app اون ورکسپیس اونجا بی خود هست از فندق درست شده احتمالا بریکش کردم وسطش موقعی چیز git add in git commit dash m ریموت API پی آی فیکس گیت خب پس این شد این بعد گیت پول میکنم کد در واقع بالا رو میارم مرج میکنم با خودم خب الان گیت لاک که بزنم در واقع اونا هستن کاری که قبلا بچه ها کردن اوکی پس حالا میام اون کاری که در واقع تازه اومده بودم به خاطرش رو میکنم یعنی من میام توی این چک آوت میکنم به یه برنچ جدید کد جدید رو میارم حالا باید ببینم کجاش کانفلیکت داره میرم تو ادیتورم که اینا رو بهم قشنگ نشون میده ایشالله اینجا کانفلیکت داره فقط چرا جدید داره نیو برده خب مهم نیست میام اینجا دستی خودم درستش میکنم با توانمندی های خودم بدبخت میشیم که وی آی چرا نیاورد اینا اوتو مرژین کانفلیکت مرژ کانفلیکت این مین اپ یه بار دیگه بیاییم بازش کنم اینا رو همه رو ببندم مین پی رو بیارم این چرا نشون نمیده اینو ممکنه بخاطر که از اینا هم باشه یعنی مثلا برنچ رو نمیفهمه مرج برنچ فلان changes ماجرا پیچیده شد وی آی بهترین کار اپ مین آه. معن ببخشید بچا. خب ببینید در واقع الان from the project repository check out a new branch and test the changes. این چینج‌ها خوب بودن. مشکلش کانفلیکت بوده. پس من میام توی چیک‌اوت مسترم. You have on merge fats. خب کجاست کانفلیکت؟ من داشتم چی رو اصلا کار میکردم کدوم الان؟ اوتو کرییت پروسسیم من فکر میکنم تو اون یکی ایم دنبال اون میگشتم وی <applause> آی من فکر میکنم توی اوتو پروسسیم توی اونی هستیم که یک کلمه عوض کرده اون بالا هم عوض کرده بود در دنبال اون میگشتم و میگفتم چرا نیستش در حالی که ما توی اوتو کرییت پروسسیم در من اگه باید بیام اینجا در واقع اینجا میتونم ببینم که اینجا تغییر کرده یک پس من میام اینجا این هد اصلیم بوده که من فقط مشکلش این بوده که چون من این دیباگ اینا رو حذف کردم و اینم کردم این این درست کار نمی کرده پس من accept این کامینگ چینج رو میکنم که در واقع اون کال دوستمون باشه اینا رو حذف میکنم و دیباگ رو هم میکنم فالس اوکی این در واقع شد یه قدم اولیه یه من گید شدیم هم. میام توی ادیتورم میزنم گیت ستاتوس الان در واقع مشکل رو حل کردم میتونم یه بارم ران کنم که ببینم ران میشه یا نه سیستم بالا هم میاد میتونم برم این بر یه ریفرشی هم اینجا بکنم اینجا بودیم یه ریفرشی هم اینجا بکنم لوکال هاست و اینم کار میکنه ادمین فلان هم کار میکنه در نهایت میاد بالا آره گنده بزرگی نزدیم پس این اوکیه حالا git status git dash a git commit m merged git status من الان در واقع مشکل اون رو حل کردم حالا میگه اگه میخوای ادامه بدی بیا بعد از اینکه مشکل رو حل کردی برو تو مستر خودت git آن داشت دیگه یعنی کپیش کرده بودم دیگه من الان تو مستر خودم بعد میگه حالا بیا مرج کن اون برنچی که داشتی رو مرج میکنم اون رو میگه مرجش کن اوکی همین مسیج عالیه و در نهایت پوش کن این تو گیت status و پوش خب این مشکلمون حل شد بریم مشکل بعدی مشکل منظورم در واقع پول ریکوسته که خیلی هم خوبیه مشکل نیست میام این تو اینم میگه که احتمالا نمیتونم مرجش کنم میگه من خودم میتونم مرجش کنم میگم دست درد نکنم میخواستم نگاش کنم من الان مرحله چهار رو کاملا حذف کرده آرین کانفیگ پی واي کرییت دی بی فلان خیلی عمالی پس من این رو در واقع کافیه که مرج کنم از همینجا اوکی okay. پس اینم حله با تشکر از شما میمونه این آخری بزرگه که من با اون که اشتباهش گرفتم و میگفتم چنجاش کو مرسی از گریت بهرام این خیلی تغییر حرفه‌ای خوبیه اه... گیت پول که اول مثلا شما که اونور هست اووردم بعد میگه که خب این منطقه کانفلیکت داره چند تا میگه البته میتونین همینجا کانفلیکت رو ببینین ریزالو نورمالی end the first line with fulan to avoid the new line درسته resolve conversation ما کاملا شما رو قبول داریم ولی کانفلیکت داریم میریم کانفلیکت اینو درست کنیم خب میگه تو که اونو داری خیلی هم خوبه فقط یه دونه اول چک اوت کن به اسم اون بیاد بیا اینجا اونو پول کنیم در واقع من الان خب اون کد گریت بهرام رو آوردم توی کامپیوتر خودم بعد میگه چیکار کنم بعد میگه خب مشکلات رو حل کن برم اینجا مشکلات رو به نشون میده یعنی اگه بیام اینجا توی مین اینجا هم اگر بزنم گیت ستاتوس این گیت ستاتوس خیلی بهتون کمک میکنه حتی دستورایی که باید بدینم معمولا میده میگه که you have آن path فیکس کنین کانفلیکت ها رو و بعد مرج کنین میگه تو اینو نوشته بودی بریم از بالای بالا ببینیم چی کار کرده آه ایناش بدون کانفلیکت خوب اومده خیلی هم خوبه دستت هم درد نکنه اینجا من میبینم که یک کانفلیکت هستش میگه هد تو این بوده گریت اینجوری نوشتهش ما مال گریت رو قبول میکنیم اکسپت اینکامینگ changes. من خیلی به این فکر کردم که اینو باید چی کار میکردیم چون در واقع این رو حدس میزنم بعدا کاستمر نیاز داره عوض کنه توی فایل دیگه میشم یه خورده زشت میشد از اکسل میخوندیم اکسل خیلی پیچیده میشد و کافی بوده که یه اشتباهی تو سلا بکنه در نهایت تو کد به اندازه کافی خوبه ولی این خاناتره در نهایت من ایدم این بود که گیجشون نکنیم با اینکه اسپیس میتونه بخوره در نتیجه بسیار ممنونم که این زحمت رو کشیدی یعنی در واقع چند ایمپروومنت خیلی حرفه‌ای خوب داده رو کد اکسپت اینکامینگ original serial accept incoming چقدر من من دراز بوده چرا اینجوری بوده چی بوده انسر مساوی این من تو دو تا داشتم دیت مساوی فلان من زدم انسر مساویه این ها ریترن کن اینو بعد فلان حل اکسپ در صورت این ریترن کن این رو و بعد انس ریترن کن اینو کاملا قشنگ و خوب ولی حواسه اون باشه که این اولی ها باید یکسان باشن وگرنه در واقع این دیدنته نمیگیردشون اه دی دنت دیگه دنت این دنت دی دنت و از اینجور چیزا پس اینم به نظر مفید و خوب میاد الان باید مشکلمون حل شده باشه آره دیگه اینجا که هیچی نشون نمیده در نتیجه احتمالا همه چیز اوکی تست نمی نویسیم بعدش اینا دیگه الان پروژه شروع میکنه سخت شدن یعنی اگر من خواستم این پروژه رو همین دیگه دیگه ادامه بدم همین الان باید چند تا تست استاندارد می نوشتم که فقط بتونه چک کنه که برنامه داره درست کار میکنه یا نه مثلا من میتونم گرپ کنم الان من چیزی سوش نیست خوبه داش که در واقع مشکلات هوم و مرج و اپ مین بالا میاد مشکل حادی پیش نیومده الو میتونم بیام اینجا اینو ریفرش کنم کارم میکنه کلیتش در نتیجه اعتمالا وضع ما خوبه میتونم اون کرل هم, هم استفاده کنم کرل HTTP لوکال هاست رو پنج هزار ورژن یک اوکهش رو بکیر الو توی لینوکس میتونین کنترل Z بزنین رفت تو بکگراند بی جی بزنم الان تو بکگراند داره ران میشه در نتیجه اگه این کرلمو بزنم هم جواب اونی که داره تو بکگراند ران میشه رو میبینین هم این رو این در واقع منیجمنت اینه اگه بزنم فورگراند برگشت تو فورگراند اوکی پس داره کار میکنه این اوکی رو هم به همون داد پس در واقع الان به نظر میاد کارها درسته من کافیه برم دوباره توی مستر خودم و مرجش کنم مرجنگ پس آن مرج فایلز کیت استاتوس اوه میدونی چی شده توی گریت بهرام که بودم اونجایی که زدم چکاوت اوت مستر اصولاً نیومد از چک اوت بیرون برای اینکه اونایی که تغییر داده بودم رو مرج نکرده بودم پس میزنم گیت status گیت dash a درسته گیت کامیت dash m thanks great بهرام و گیت چکاوت master مال خودم رو چکاوت کردم الان حالا کافیه بیام مال great بهرام رو ما یه باری تیمه پس چیز داشتیم مسابقات معلولین داشتیم اونجا میتونم براتون بیارم اسمشو گذاشته بودیم برنده سال قبل دارن شهر وقت اعلام میکردن تیم رو میگفتن خب برنده های سال قبل بیان تو زمین الان گریت بهرام هم اینجوری شده البته واقعا خب خیلی خوب بود تغییرش حله در واقع الان اونها هم درست شدن من الان کد جدیدم رو دارم همه چیم رو به نظرم مرج کردم و وضعمون خوبه درسته آره دو تا هم ایشو داریم یکیش پیشنهاد میده اد architecture گراف to the project یکی هم میگه آی دی آرکیتکتچر ما منظورشون عکسی که کشیده بودم توی خط 41 تا چیز از building درست میگه اینجا در واقع میگه که این تا جایی که دیدم فقط مشکل تو همین چند خط دقیق نمیدونم اینو بحثشون خیلی طولانی شده یکی هم نظر داده سلام سلام مطمئنا گاهی استفاده میشه منم کردم ولی کار خوبی نیست در نهایت بهتره نکنیم به خصوص اگر خیلی معنادار نباشه یه جای دیگه هم کنم آیدی دارم اونجا خب معنادار تره من دارم آیدی رو میخونم حتی بازم فکم افزش کردم به رو آیدی ولی به هر حال این بسته شد اون یکی هم میگه که graph گرافمون رو اضافه کنیم اون اینقدر محمد بود اون گراف که اصلا هم کجا هستش اگه پیداش کردم حتما اضافه میکنم ولی با برم از اون کامپیوترم ببینم الان به خاطر یه پروژه ای که در واقع شرکت داره و وی پی تو مکه من رو مکم فعلا که کامپیوتر رسمی شرکته که قور ندارم که من تو لینوکس اینم بس شدم اون وی پی چجوری میشه همون چیزی که تو ویکی هست تو انجام بدم کار کنه کار خودم رو انجام بدم هنر کردم پس اینم درست شد در واقع الان من وضعم کاملا خوبه گیت استاتوس من پاکه گیت پولم هم, هم اوکیه فقط یه گیت پوش میخوام پو... پوشم نمیخوام حتی اوکی پس فقط با کافیه فندق بازی اون رو بکنیم من بگم فندق ایمیج پابلیش کن 20 و 20 صفر سه ورژن سه امروز این میتونه هر چی باشه اسمش رو ببخشید پابلیش کن داش داش ورژن این میتونه هر چیزی باشه دیگه من حالا در واقع اینو زدم یعنی این مدلی میزنم معلومه چه روزی بار سومی که امروز سعی کردم پابلیش کنم یه گفتم یه ویدیو رو شما از دست دادین که چیز خیلی عجیبی هم توش نداشت این در واقع جدید پابلش میشه بعد کافیه که سورس جدیدم رو بذارم و موفق میشیم و پیروز و قهرمان خیلی ممنونم از همتون تقریبا به نظرم تقریبا همه چیمون تموم شده ریتمی رو میتونیم بهتر کنیم آره بیاین همین الان این کار رو بکنیم تا اون داره اونو پابلیش میکنه اون در واقع زیپش کرده در چه خیلی مشکلی نداره من میتونم ریتمیم رو جدا کنم به یه شیوه تنبلانه هم میتونم بیام اینجا بگم که چیکار کن میخوام ریتمیم رو داپلیکیت داره این کپی فایل رینیم فایل کپی فت بگم کپی کن پیست داره open in terminal select for compare ولی بله من کن همین جا بکنم بهتره این داره پابلش میکنه به این آ ما اینجا زوم کرده بودم اون بالای چیزایی دارم بیا ls uh, cd app copy copy ریتم میده شبه اسمش رو باید چی بذارم ای بابا یکی بالاتره cp پی ریتمی به تو MD امتی خب این در واقع یه خورده بهتر شد من در واقع الان ایمیج جدیدم رو گذاشتم تو این بودیم دیگه ایمیج جدید رفت کافیه حالا بگم فندوق سرویس دیپلوی کن چی رو ورژن 2020.0.0.0 رو ورژن سه بود دیگه درسته و نیمش هم رو اپ بکنم نظرم هم تو همون یه رو کار میکنه ولی دیگه عادت خب من بیام اینجا در واقع من دو تا فایل دارم یه ریدمی دارم منطقا یه تودو دارم ریدمی مکاملا حذف میکنم از این اینجا هم میام سه چهار این بوده اگزمپل آف creating دی اینم حذف میشه چون در واقع پروسس رو الان اتوماتیک درست میکنه و خیلی بعض ما بهتره ترتمیز و قشنگ این تیتر میشه که برای اینکه تمیز باشه داکر هم کلا حذف میکنیم هر کی داکر فایل بلد بود اونجا استفاده میکنه آره من بعدا حالا یکی دو تا اینجا شاید تکس اضافه کنم که دیگه رو ویدیو ضبط نمیکنم چون میافته تو لوپ لینک یوتیوب رو میذارم و بقیه چیزها به نظر من دوره خیلی باحالی بود دستتونم درد نکنه حالا بازم شاید جایش ادامه پیدا کنه اگر درخواستی بدن ولی فعلا به نظر من همه چیمون تموم شده است توی تودو دو هم میام بقیهش رو حذف میکنم که لیست تودو هامون توش باشه که چه کارهایی رو کردیم پیج تایتل هم که برامون عوض کرده بود دستت درد نکنه خب حالا خوش و خندون باشین میریم اینور دیپلویمون هم انجام شده و احتمالا آخرین ورژن بالاست میتونم بذارم فندوق سرویس لیست و ببینم چه سرویس هایی داره ران میشه اینمون که هست اینمونم که هست همه چیز منظم و مرتبه خوش خندون باشین فلان